الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين محضر همه هموطنان عزیزم چه در افغانستان یا در بیرون و سایر اهل ایمان که برنامه را دنبال می کنند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشحالم و احساس عزت می کنم که بار دیگر توفیق حضور در جمع شما عزیزان یافتم از طریق سلسله برنامه های آرامش با تحلیل و بازشگافتن دعاها اوراد و اذکار مخصوص صبح و شام نبی علیه السلام در تلاش هستیم که نکته های معنوی و ذخایر ایمانی از درون آنها کشف بکنیم و با آنها بر ایمان خود اعتلا ببخشیم و بر قلب هامون قوت و آرامش ایجاد بکنیم بدون شک تعلق به خداوند اون هم از طریق این گنجینه های معنوی و در این اوقات خیر با معنویت صبح و شام و تأثیر سنت نبی علیه السلام خیلی خیلی در این امر ما را کمک میکنه بیایم که تجربه بکنیم کسی که تجربه کرده خوب میدانه اگر وقت صبح نماز صبح ادا می کنیم چه قبل از او یا بعد از او از کار برداریم یا از حفظ بخوانیم و یک احساس یک این عبارتهای زیبار بخوانیم و یادمان را از نبی علیه السلام بیاریم که چه با چه احساس عجیب اینها را زمزمه می کردن و چقدر قلب نا تابع زبان بود و بلکه این قلب بود که سخن می گفت و این زبان بود که تعبیر میکرد و ترجمانی میکرد و هر یک از این نقطه ها چقدر بیانگر اوج معرفت نبی علیه السلام به الله و شناخت عجیب آنها از این کائنات و از خود هست و بالاخره اینا برخواسته از یک عقیده عمیق و آرمان بلند اینها در صبح و در شام اگر با این نیت و با این هدف بلند پیگیری بکنیم بدون شک او روز ما روز دیگر و او شب ما شب متفاوت خواهد بود الان رسیدیم به یکی دیگر از این اذکار زیبا در صبح و شام از نبی علیه السلام که در سنن ابن ماجه آمده در تأثیر این ذکر در صبح و شام و فضیلت او نبی علیه السلام مژده دادند هر کس این جمله را سه بار در صبح و سه بار در شام بخوانه به اذن خداوند هیچ بلا و مصیبتی بر او کارساز واقع نمیشه او از شر بلاها و مصیبتها در امان میمانه گفته شده سه بار تا بار بار تکرار تا راسخ بشه این معنا و مستحضر بشه این احساس در قلب و آن زمانه که ما تأثیر او خواهیم دید و البته اگر کسی بگه من خواندم ولی گاه با بلا و مصیبت مواجه شدم پاسخ اینه که همان مقوله مشهور که از طفولیت شنیدیم عوام و مردم چه مثال زیبایی دارن میگن قل هو الله همو قل هو الله است خب زبان ملا عثمان میطلبه یعنی این کافی نیست که چون آیت قرآن هست یا دعای معصور هست بلکه این زمان اثر میگذاره که از قلب مملو از ایمان و اخلاص و خشوع و خشیت به الله و اطمینان و صدق و یقین سرچشمه بگیره هر چقدر ما این حالت در خود
بیشتر مستحضر بکنه، به همون اندازه اینا تأثیر خود بیشتر میگذاره. اینا دوا هست. تصور کنیم در دوا اگر غش باشه، تنها نام دوا بر ما کارساز نمیشه. شما یک تابلت میگیریم از یک کمپنی که در او کیفیت زیاد ایجاد کرده، قیمت او شاید 10 برابره و به همون اندازه تأثیر میگذاره، در حالی که کمپنی دیگه که یک دنیا غش بر او یک جا کرده و محتوای خیلی بالاخره کاست و قاتل شده، اثر او خیلی ناچیز میشه. کیفیت برای دواها و برای دعاها یا دواهای معنوی هم بستگی به او دوز داره که ما به او میدیم، دوز از اخلاص، دوز از یقین، دوز از شوق، دوز از اطمینان و صداقت و بالاخره اشتیاق. هرچه این مفاهیم ایمانی در دل ما متجلی تر باشه و از اوت قلب و زبان این دعاها برخیزه، به همون اندازه تأثیر او عمیق و عمیقتر و گسترده و گسترده تر میشه. پس اگر ما بهای او در این امور بپردازیم، قطعا وعده نبی علیه السلام حق و کسان به این وعده رسیدن و تجربه کردن. در تاریخ ما از شرحال بزرگان خود داریم که در صبح و در شام وقتی با این امر اینا رو میخواندن، چگونه در جریان عروض از بلاها محفوظ میماندن و چگونه بلاها و مصیبتها از سر اینا دور میشد و یا اگر میرسید اونا رو تباه نمیکرد و صبر از اونها نمیگرفت و او سبب ازدیاد ایمان و معنویت برای آنها قرار میگرفت. این ذکر کدامه که این همه تأثیر داره و کار سازه؟ و ای با ذکر خیلی کوتاه هست ولی خیلی پرمعنا و با بسم الله آغاز میشه. بسم الله، چرا که آغاز روز است، یعنی خداوندا با نام تو این روز و مقطع نو از زمان را آغاز میکنیم، یا در آغاز شب خداوندا با نام تو، همون گونه که روزمان را آغاز کردیم شبمان را هم با نام تو آغاز میکنیم. ولی تو این مهمه که چگونه توصیف شده، خداوند در دعا چگونه توصیف شده. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه، با نام خداوند روزم را آغاز میکنم یا شبم را شروع میکنم. خداوندی که لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، خداوندی که بیشک اگر انسان نام او همراه و رفیق خود داشته باشه، با نام او روز و شبش را آغاز بکنه، با نام او تبرک بجویه و انس بیابه و نام او همراه ای سفر زندگی خود بسازه، خداوندی که بیشک لا یضر مع اسمی، همراه با گرفتن نام او ضرر وارد نمی کنه. شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان، هیچ موجود مضر، هیچ خطر، هیچ فتنه، هیچ بلاء با گرفتن نام او، با پرداختن بها از اخلاص و یقین و للهیت در گرفتن نام او، بیشک ممکن نیست چیزی از مذرات عالم تأثیر گذاشته بتوانه، چه در زمین و یا در آسمان. و هو السمیع العلیم، بیشک که او تعالی شنوا و دانا هست. و توسل به دو نام زیبا خداوند، سمیع و علیم، بیشک که خداوند صفات داره. نبی علیه السلام در حدیث مژده دادن ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه، خداوند 99 نام داره، 100 یکی کم، هر کس اینها حق این نام ها را ادا کنه با ذکر و با ایمان بر محتوای آنها، آنها را ورد خیش قرار بده و معنی آنها بالاخره بیندیشه و آنها را در زندگی خود تطبیق بکنه، بیشک او اهل بهشت خواهد بود. یا خداوند به ما دستور داده که ولله
اسماء الحسنا فدعوه بها، بیشک خداوند نامهای نیکو داره، شما خداوند را به نامهای نیکوی او توصیف کنید، بخوانید، بر زبان جاری کنید، خداوند از شما خوشنود و راضی میشه. گرفتن نامهای خداوند و توصیف و وصف او به نامهای زیبا به قلب شما پاکیزگی، به نفس شما تسکیه، به ذهن شما صفا و به زبان شما شیرینی ایجاد میکنه. و بله، اگر ما واقعا زبان و قلب و ضمیر خود را ظرف برای یاد نامهای خداوند بکنیم و اسماء الله الحسنا ورد خیش بسازیم، آنگونه که در قرآن هست یا در احادیث مبارک هست، بیشک گرفتن نام خداوند از اون نور حاصل میشه، برکت در زندگی ما ایجاد میشه و او صیقل است که قلب و روح ما از زنگار قفلت و گناه و معاصی پاکیزگی میبخشه. این مهمترین هدف از ذکر و یاد خداوند، اینه که خداوند به توصیف ما نیاز داشته باشه، بلکه ای اعزاز است بر ما و ای کرامت است بر ما که به ما اجازه داده، ما انسانهای ضعیف، گناهکار، موجودات ناچیز، نام او رو ببریم، او اجابت بکنه و بشنوه و اهمیت بده و قدر بگذاره که او شکوره و قدردانه. پس در پایان این ذکر مبارک به دو تا از نامهای خداوند که از جمله صفات ذاتی پروردگار است، سمیع و علیم، پناه جسته شده، توسل حاصل شده. خداوندی که او سمیع و علیمه، ای خود بیانگر احساس مسلمان بری وقتی من خدا را توصیف میکنم، یاد میکنم، اینجا این ذهنیت پیش میشه که خداوند بله بیشک او میشنوه آنچه من میگم، اهمیت میده، آگاه از او و دانایه، او میدانه که من با چه احساسه، با چه اخلاص دارم رو میخوانم. و اگر معاذ الله ای به ریاکاری باشه، بیشک که ای به زیان ما تمام میشه که او از قلب ما آگاهه. پس سمیع و علیم دو صفتی که در خیلی از جاها آمده در قرآن کریم، وقتی یک موضوع در اول آیه گفته میشه، ختم آیه با یک یا دو نام از نامهای خداوند میشه، چرا که خیلی ارتباط بین اون نامها و موضوعی که بیان شده. حالا اینجا هم و در آغاز روز، در آغاز شب، و یک دنیا طمع و امیدواری و یقین و اشتیاق به الله رجوع میکنم، میگم خداوندا با نام پاک تو روزم را، شبم را آغاز کردم و ایمان دارم که گرفتن نام تو با اخلاص و با شور و شوق و یقین سبب میشه و تو راضی و خوشنود میشی و پاس گرفتن نام زیبا خود مر در جریان این روز، در جریان این شب از آفتها و بلاها محفوظ می‌داری. من این مدعا را مطرح می‌کنم، بلا فاصله ایمان خود را مطرح می‌کنم که و هو السمیع العلیم، بیشک من باور دارم که او تعالی سخنان مر می‌شنوه، این نجوا و این رازگویی مر، این مناجات مر اهمیت می‌ده، اینها رو نادیده نمیگیره، ناشنوده قرار نمیده، به دیوار نمیزنه. وای که من کسی نیستم، من کجا و ذات پاک او کجا که به من توجه کنه، به من اهمیت بده. ولی ایمان من به او اینه که بله او به من، ولو من موجود کوچک و بی ارزش هستم، بله او خیلی قدردانه، خیلی مهربانه، میشنوه، خوشنود میشه، میدانه و از روی دلمه ارزش کار مرا اندازه گیری میکنه که آیا چقدر در این سخن خود ایمان دارم، اخلاص دارم، ایر با اشتیاق مطرح کرده ام. از جهت نبی علیه السلام در پایان این ذکر مبارک این دو صفت خداوند در نام گرفتند. ولذا
اگر ما در صبح و در شام با این ذکر خیر با خواندن سه بار او و تفکر به معنی او و جاری کردن او بر زبان برخواسته از قلب مملو از ایمان و یقین و خشوع و اشتیاق و امید به قبولی این دعا، بیشک که خداوند آنگونه که پیامبر او وعده کرده اند و این وعده از خودشان نیست بلکه این انتقال از خداوند به ما هست و این وعده خداوند هست، بیشک که در آن روز ما فیض میبینیم، در آن شب ما مسون میمانیم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این هم میرسانه که نام خداوند و یاد خداوند چقدر با ارزش برای یک مسلمان. بله، چگونه ممکنه خدایی که این روز رو به تو عنایت کرده و این فرصت حیات رو او به تو تمدید کرده، دیشب چه کسان زیاده مردن و فرصت حیات در این کره خاکی از اونها گرفته شد و دیروز یا امروز، ولی برای تو این فرصت خداوند تمدید کرده. نمیزیبه که ممنون او باشی، با یاد او روزت را شبت را آغاز بکنی. نوع شکر است، ما باید شکرگزار نعمتهای خداوند باشیم. یک روز در زندگی این اصلا بها نداره. یک روزی که از ما تیر شده، یک شبی که گذشته، جهان را جمع کنیم بر نمیگرده. تمام مردگان دنیا بزرگترین آرزوی اینا چند لحظه، چند دقیقه حیات که در روز یا در شب اونها تمدید بشه، ولی پرونده حیات اینا بسته شد، دوباره بر آنها فرصت داده نمیشه. برای ما است که هی خدای متعال از فضل خود این فرصت ها، این روز، این شب تمدید میکنه، تمدید میکنه، فرصت میده، مهلت میده. من زنده هستم، صحتمند هستم، توان دارم، پس چقدر باید من شکرگزار این نعمت خداوند باشم. این عین شکره که ما این نعمت عظیم الهی وقتی به استفاده و بهره برداری از او شروع میکنیم، این با نام نامی او تعالی، با وصف او، با تعظیم یاد او شروع بکنیم. و هم میرسانه که اتصال به ذکر خداوند و هم توسل به نامهای نیکوی خداوند سبب خیر در زندگی مسلمان میشه. اینا پناهگاه امن قرار میگیره برای یک مسلمان. این حدیث را قبلا هم خواندیم، نبی علیه السلام مژده دادن کسی که همواره به یاد خدا هست، غافل از یاد او نیست، به کسی میمانه که دشمنان در پی او اند ولی او در یک حصار مستحکم قرار گرفته که دشمنان هرگز نمیتوانند این حصار را بشکنند و به او برسند و آسیب برسانند. او محفوظ از حمله و خطر و بالاخره تیر دشمن، در حالی که فرمودن انسان غافل از یاد خدا، او به کسی میمانه در میدان لق دست خالی، در حالی که دشمنان از چهار سو احاطه کردند. چگونه ممکنه نجات بیابه؟ همین حال انسان و شیاطینه که از چهار سو، شیاطین جنی و انسی و فتنه های دنیا که بر ما احاطه داره. اگر در این میان با یاد الله بودیم، ما در حصار مستحکم قرار گرفتیم، از همه آفت ها محفوظ میمانیم. و اگر بی یاد خدا زندگی کرده ایم، بی سپریم و بی پناهیم. و انسان بی سپر و بی پناه چه زود تیر دشمنان او را از پای در میاره و او را به هلاکت میکشانه. و نبی علیه السلام از این رو چه زیبا مژده دادن، هر کس این جمله را سه بار در صبح و سه بار در شام بخانه، به اذن خداوند در او روز و در او شب هیچ بلا و مصیبت به او نمیرسه. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. امیدوارم الله متعال ما را از جمله کسان بگردانه که لایق این مژده اند و ایر به درستی ادا می کنند و به این نتیجه زیبا دست می یابند. امیدوارم خدای متعال
مرهمواره با یاد خود انس بده و از اتصال با یاد خود همه غمهای دنیا بر ما آسان و سبک بسازه و بر روح ما اعتلا ببخشه و قلب ما دریا بگردانه و سینه ما وسیع بسازه که همه سراپا شوق و اشتیاق بگردیم و هیچ چیز نتوانه آرامش را از ما بستانه. اللهم تعالی سعادت را نصیب همه ما بسازه. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.